فقط این عضو هیئت اداری اشک بر چشمان از بهر تجاوز جنسی و قتل کودک 3 ساله دارد که تصاویر این کودک هم در موبایل همراهش گرفته شده است. از انسانیت باید بشرمیم که یک طفلی 3 ساله را با او تجاوز بکنی، او بمره و باز سری از او را خرد کنی، دنداناش را شکمش پر کنی با سنگ، باز از یک دیواری 4 متری بلند با زیر باندازی که تمام مغزی سری ازی بریزه. در یک ماه بیشتر از 65 نفر اختطاف شده. ای که صدایش به گوش شما نمیرسه، بالاخره باید این از قمدانی امنیه کابل پرسان شود که حتما تعداد کسایی در ارگانهای امنیتی با اختطافچی ها دست دارن. این باید این قضیه جدی گرفته شود. آقای انعامی میگوید این کودک از خانواده نادار است که پدرش با دشواری های زیاد این کودک را به این عد بزرگ ساخته بود. سرش به سنگ کوبیده بودند، در حالی که این شخص که پدر امی طفل سکندر نام داره، ای یک آدم غریب بیچاره است که ای آش فروشی میکنه. همزمان با این شمار دیگر، نهادهای امنیتی به ویژه فرماندهی پلیس کابل را در این زمینه به بی‌توجهی متهم میکند، خواستار به کیفر رسانیدن عاملین اصلی این رویداد شدند. بارها به عوضه رفته، کسی اجازه ندادش داخل شوه. راست میگه سارموال سب، دردناکیست که گفت ما با آش فروشی را کلان کردیم و در چند قدمی خانش در چهاردیواری ای را بسیار فجیع کشته بودن، انداخته بودن. بعد از این که ما تماس گرفتیم، بارها وکیل صاحبای بدخشان تماس گرفتن، باز یک عید رفته برای تحقیق بعد از کشتشان. از این قماندان دمنی کابل او قماندان دا آغا حوزه دوال را او گختل شی او معلومات در ترین او آغشتل شی که دوم را که یو نق قدر تهم دوی غفلت کلیوی ولیسی جرگا او دو ولیسی جرگی استازی با د قانون په چوکات کې د امنیتی چارواکی خپل د جزا اعمال ترسوی. با این همه در شرق کشور نمایندگان مردم ولایت بدخشان در مجلس از توزیع سلاح به گروه های خاص از سوی حکومت سخن زده میگویند. تلاش ها به خاطر نام ساختن برخی ولسوالی های امن این ولایت به شدت جریان دارد. بیشتر از 700 نفر طالب در اونجا متمرکز است، دولت هیچ توجهی در اونجا نمیکنه. ولسوالی هایی داریم که در تعدید از طالب است، در اونجا توجهی نمیشه، اما ولسوالی های آرام بدخشان میخوان سلا توضیح بکنن. جناب رئیس، به نقطه را شما جدی بگیرین که اگر چنین یک کاری باشه، ما مردم بدخشان و شخصا خودم به نمایندگی از مردمی که به ما اعتماد کردن رأی دادن مخالف و این قضیه هستیم. از سوی هم هیئت اداری مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه سپرد تا موضوع قتل این کودک را بررسی کرده هویت عاملین اصلی آن را افشا کنند.